از سرزمین شمالی. بله، من تعقیبتون نمی کنم. سر صبح اولین کاری که کردم زنگ زدن به یوجی بود. بله، در هر حال عصری یه سر میام اونجا حدوداً ساعت 9. باشه، میبینمتون. چی شده؟ اوتارو مثل اینکه گم شده. منظور چیه؟ گم شده؟ شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشه. شماره خونش مسدود شده. الو، سلام. میخوام با پرستار کرویتا در بخش داخلی صحبت کنم، ممکنه وصل کنین؟ یه لحظه صبر کنین. باشه. بله خانم. خانم کرویتا یه هفته پیش از بیمارستان استعفا دادن. اوکی، اینطور. ممنونم. چی گفتن؟ گفت یه هفته پیش از بیمارستان استعفا داده. ببخشید نگرانتون کردم. اشکالی نداره. فکر کردم برگشتی فرونا. اصلا با همون تماس نگرفته. چه مدتیه گم شده؟
راستشو بخوای تقریبا از 6 ماه پیش به اختلاف برخوردیم. یه هفته پیش که زنگ زدم فهمیدم که شماره خونش مسدود شده. واقعیتش تازگی ها خیلی خبری ازش نداشتم. اولش فکر کردم شمارهشو عوض کرده که دیگه با من تماس نداشته باشه، ولی فهمیدم که دیروز بعد از ظهر واقعا براش اتفاقی افتاده. تصادفاً همکارشو دیدم و سوال کردم. ازش شنیدم که هفته پیش استعفا داده. راستش تعجب کردم. چرا استعفا داده؟ شنیدم که سرپرستار و مدیر بهش انتقاد کردن. پس مجبورش کردن؟ نه، شنیدم خودش خواسته. دقیقا چی شده؟ کار اشتباهی مرتکب شده؟ همه یه کارای ازدواجمونو انجام داده بودیم. اما بحثمون شد و همه چی ریخت به هم. خانواده من همه یه کارا رو انجام داده بودن. پس اگه بریم تو دانشگاهش حتما پیداش میکنیم؟ نه، اون یه مشکل شخصی با دانشگاه داشته و 1 ماه پیش استعفا داده. از بیمارستانم که استعفا داده. اولش دلم نمیخواست کسی بفهمه، ولی وقتی خانواده‌ام فهمیدن مادرم تقریبا داشت سکته میکرد. اون خیلی هتل رو دوست داشت. باورش نمیشد جدا بشی. با این همه الان خیلی نگران این مسائل نیستم. من بیشتر نگران هتل هستم. دلم شور میزن، همش میگم الان داره چی کار میکنه. الان از همه منزوی شده. امیدوارم اوتورو کار احمقانه ای نکنه. من فقط نگران خودش هستم. من نگران ازدواجمون نیستم، فقط میخوام حالش خوب باشه. فقط همین. من نگران خودشم. همه چی درست میشه. مطمئنم به زودی زنگ میزنه. ذهنم اصلا کار نمی کرد. آخه چطور بهش فکر کنم؟ الان اوتارو کجاست؟ یعنی داره چی کار میکنه؟
چرا با هم تماس نگرفته؟ به پدرم چی بگم؟ واقعا شوکه شدم. هوتارو، اون هوتارویی که همیشه برعکس من آروم به نظر می رسید و هیچ وقت احساساتشون نشون نمی داد. هوتارویی که همیشه دلواپس ما بود. پسره رو هرگز نمی بخشم. آخرشم کاری جز انتظار از دستمون بر نیومد. اولش فکر کردم در این باره با سوتا مشورت کنم، ولی می دونستم که اونم نمی تونه کاری بکنه. با خودم فکر کردم از اونجایی که چینتا برای پلیس کار میکنه با اون صحبت کنم، ولی گفتم شاید فکر خوبی نباشه. آخرشم من و شوکیچی به این نتیجه رسیدیم که یه پیغامگیر رو تلفنمون نصب کنیم برای وقتی که هوتارو زنگ زد و ما خونه نبودیم. داری میکنی؟ جان مجله اون روز یادته یه مطلب مهمی توش بود، نمیدونی باید ببینی. سلام، ببخشید. تا بعد. گوش کن، میگم یه مطلب توش بود خیلی مهم، ببخشید. برو دیگه. چشم. اون ساعت دیواری رو به پدرت پس دادم، اونجا جاش بهتره. رفته بودی خونش؟ آره، باز قضا مهمونم کرد. بیا. اگه بابام الان از موقعیت خبر داشت، موقعیت که الان هوتارو باش دست و پنجه نرم میکنه، چی کار میکرد؟ آقای کوریتا؟ بله. خواهرتون پیش شماست؟ دلم کن. شما کی هستین؟ من پسرخاله یوجی هستم. مگه خبر نداریم؟ خانوادمون به هم ریخته. یه چیزایی شنیدم. میشه بذاریم بیایم تو آپارتمان؟ باشه. ای چه خبره؟ این یارو پسرخاله یوجیه.
یا گفتم میتونی بیای تو. وایسا ببینم. خیلی پرو هستی. تو دیگه کی هستی؟ خب شما کی هستین؟ من دوست صمیمیشم. منم بهترین دوست جونم. بیا بریم تو. انقدر شلوغش نکن. فکر کردی داری چی کار میکنی؟ یکی داره شلوغش میکنه ها؟ خواهر شابه رویه خاندانه منو برده؟ پسر خاله اون خواهر منو فراری داده. خواهر من که بی خودی همه چیزو بل نکرده. بچه نونه بلم کن. اینجا ببینم. بلم کن. بلم کن همزی. بلم کنش. من تو نیروهای مخصوص بودم. ضربات رو من تأثیری نداره. من میرم پیش پلیس. بسه دیگه. بیا ببریمش بیرون. بسه دیگه. برو. کافیه. شکی چی تمومش کن. بیا این پاوسی. اینم کن. بی خیال. انگار خواهرت اینجا نیست. یعنی مشخص نیست؟ دسته گفتم. گفتم دسته دیگه شکی چی. برش کاسی. بلم کن. برون بر. بسه. خبری ازش نداری؟ زنگ زده بود. معذرت میخوام. نمیتونستم مادرم و خالم ها اونجوری ببینم. دوست منم خیلی نگرانه. درست مثل من. از وقتی بچه بود اون دختر رو میشناختم. مثل خواهر برادر کنار هم بزرگ شدیم. از اینکه اوضاع این شکلی شده حس وحشتناکی دارم. خاله و مامانم دارن از نگرانی مریض میشن. ما هم خیلی نگرانیم. طبیعیه. اینقدر که زندگیمون به هم ریخته. بس اگه از حالش با خبر شدیم لطفا ما رو در جریان بذارید. ما معذرت میخواییم. اینم کارت منه. خبری شد تماس بگیریم. بیا بریم باشه؟ واقعا شرمنده. کفشتون. ای کفش. من خیلی ناراحت بودم. خیلی. اصلا نمیشه انکار کنم چون دردی که اون پسر میکشه رو حس میکنم. هوتارا چه اتفاقی برات افتاده؟ همه ی اطرافیانت تو درد سر افتادن. کاری کردی که همه نگرانن. شوکیچی! شوکیچی! تو اون دختره که جون باهاش بود و میشناسی مگه نه؟ چه؟ اون دختره که تازه باهاش آشنا شده؟ منظورت شوه؟ اسمش شوهره؟ ای! میخوام یه چیزی نشونت بدم. اصلا فکرشو نمی کردم این اتفاق بیفته. محکم بگیره. مواظب باش. مواظب باش. جون کنترلش کن. بیا این بر. Ah!
من و شو تقریبا هر روز با هم بودیم. پدر خیلی ازش تعریف میکرد، درست مثل اون موقع که هوتارو اینجا بود. پدرم با مهربونی و خوشحالی باهاش رفتار میکرد. برام سخت بود که اونو اینجوری ببینم. اگه پدر میدونست که الان هوتارو تنها و سرگردونه، اون هنوز فکر میکرد که هوتارو میخواد به زودی ازدواج کنه. اگه پدر قضیه رو بفهمه چه اتفاقی میافته؟ عصر روز بعد تو راه هیروسکه رو دیدم. شوکی چی؟ چی بهت نگفت؟ منظورت چیه؟ هیچی، عیبی نداره، چیزی نیست. ای وایسا ببینم هیروسکه، درباره پدرمه؟ نه نه بابا، درباره اون دختره بود. مهم نیست بابا، شوخی کردم. هی وایسا ببینم هیروسکه، ها از چی حرف میزنی؟ هیچی بابا هیچی. از چی حرف میزد؟ ها چیزی نیست. آخه هیروسکه رفتارش عجیب غریب بود. اون همیشه همینطوری بوده. منظورش شوه؟ چی میخواست بگه؟ کیه؟ هوتارو توی؟ بیا تو، من میرم بیرون، شما راحت صحبت. مرسی. میدونی که منتظرت بودم، نگرانت شده بودم. شرمنده. کجا بودی؟ چقدر لاغر شدی؟ کجا فهمیدی؟ یوجی با هم تماس گرفت. حتی پسرخالش، میدونی حتی پسرخالش اومد دنبالت. داری چی کار میکنی؟ حتی از بیمارستانم
استعفا دادی مگه نه؟ بابا میدونه. نمیدونه. خوبه. میخوای چیکار کنی؟ جون خواهش میکنم، داری قرض بدی؟ هر چقدر باشه اشکالی نداره. حالا میخوای چی کار کنی؟ میشه شبا اینجا بمونی؟ باید به قطار شینتوکو برسم. شینتوکو؟ قطار کوشیرو ساعت 2:30 میره. میری کوشیرو؟ نمورو، کنار نموروه، اسم شهرش اوچیشیه. اونجا توی کلینیک کار میکنم. آخه مگه چه اتفاقی افتاده؟ از اول شروع میکنم. میدونی اونجا کجاست؟ قبلنم اونجا رفتم. بهم بگو. کی زنگ میزنی؟ یوجی دیگه، خیلی نگرانه. خواهش میکنم من بهش قول بدم. این کار درست نیست، باید زنگ بزنم. تو خودت این کارو نکن. قول میدم به خانواده‌اش زنگ بزنم. این چه کاریه میکنی؟ دو ساعته میبرم ات شینتوکو. خودم میرسونمت. نمیخواد با قطار بری. ماشین هست. کجا داری میری؟ نگران نباش. باشو که چی کار دارم. چقدر پول داری؟
قرض میگیرم. برای چی میخوای؟ میخواد بره نمورو. میخوام تا شینتوکو برسونمش. بیا. ممنونم. میشه ضبط رو روشن کنی؟ چطوری به اینجا رسید؟ خیلی تحمل کردم اما فایده نداشت. گفتم شاید درست بشه اما فکر میکردم اوضاعتون خیلی خوبه. میدونستی کلی عشق ریخت وقتی دیدمش؟ واقعا نگرانت بود، میگفت فقط نگران وضع توه. من آدم وحشتناکیم نه؟ به محض اینکه تونستی یه جا واسه زندگی پیدا کنی حتما با هم تماس بگیر، بهم قول بده. راستی میشه به پدر بگی که من به یه جای دور افتاده سفر کردم؟ از کی تا حالا آدم پیچیده ای شدی؟ خودم هم موندم.
یه جا خوندم که دروغی به نام خوشبختی بزرگترین اختراع بشر. الان دلم میخواد یوجی رو بزنم. حتما میباسی، اون قبلن تو دانشگاه عضو کلوپ کاراته بوده. راست میگی؟ بابا هنوزم تنها زندگی میکنه؟ همش با خودم فکر میکردم وقتی هوتارو رو دم در ورودی دیدم کاملا با هوتارویی که میشناختم فرق داشت. اون از پشت مثل یه زن مصمم و قاطع به نظر میرسید که داره راه خودش رو میره. اون واقعا براش مهم نیست که من یا پدر چی فکر میکنیم، ولی بازم یه جورایی جای خوشحالی داره. وقتی به فرانو رسیدم هوا دیگه کاملا روشن شده بود.